در میان تمام هنرمندان و بازیگران، زندگی شخصی بهروز وثوقی، گوگوش و پوری بنایی یک تراژدی عاشقانه و یک داستان واقعی ایرانیه. ماجرای عجیبی که عشق رو هدف قرار داد ولی مسیر چنان بیراهه بود که هیچ کدوم اونها به مقصد خودشون نرسیدند و هنوز که هنوز یک دیگر را مقصر می دانند. اما سوای مسائل عاشقانه، اطرافیان گوگوش و پوری بنایی بهروز وثوقی را متهم به بالا کشیدن ثروت و اموال گوگوش و پوری می کنند. اما اصل این ماجرا چیست؟ خانه‌ای که بهروز از گوگوش بالا کشیده چه بوده؟ ماجرای کلاه گذاشتن سر پوری توسط بهروز وثوقی چیست؟ در ادامه این ویدیو به همین موضوع می‌پردازیم. و قبل از ادامه، اگر به ویدیوهای ما علاقه مند هستید، از طریق زدن دکمه سابسکرایب کانال ما رو دنبال کنید. ماجرای نامزدی بهروز وثوقی و پوری بنایی به سال 55 برمیگردد. آنها که دو همکار و دو دوست صمیمی بودند، رابطه‌شون به تدریج به عشق و در نهایت نامزدی منجر شد. این نامزدی اما دوام چندانی نداشت و به جدایی ختم شد. یکی از دلایل اصلی این جدایی، ورود گوگوش یا فائقه آتشین به زندگی بهروز وثوقی بود. گوگوش در آن زمان درگیر طلاق از همسر خود بود و از بهروز کمک زیادی گرفت. رابطه این نزدیکی که میان گوگوش و بهروز شکل گرفت، به تدریج به فروپاشی رابطه بهروز و پوری انجامید. در نهایت گوگوش با بهروز وثوقی ازدواج کرد، اما این ازدواج نیز بیشتر از یک سال دوام نیاورد و به جدایی ختم شد. پوری بنایی بعد از این جدایی هرگز ازدواج نکرد و تا به امروز مجرد مانده است. این عشق ممنوعه که بین بهروز و گوگوش وجود داشت، به هیچ کدوم از اونها وفا نکرد و منجر به کینه ها و تلخی های بسیاری شد. محمود قربانی هنوز که هنوزه از بهروز تنفر شدیدی داره. او در ویدیویی گفته همین بهروز قیصرخان زندگی گوگوش رو خورد و فرار کرد. اون خونه پسر گوگوش بود. بهروز، تو بدهکار پسر من، اینو همیشه یادت باشه. اما مدتی پیش هم پوری بنایی در اینستاگرامش پستی دو پهلو منتشر کرده بود و تصویری از فیلم قیصر با بازی خودش در مقابل بهروز وثوقی ارسال و در کپشن هم بخشی از مکالمه قیصر رو بیان کرده. گویی می‌خواسته این حرفا رو از زبان بهروز وثوقی خودش بیان کنه و پای گوگوش رقیب عشقیش رو ماهرانه چنان در این پست باز کرده که در عین سکوت فریاد می‌زند: هان مردم، بدانید و بفهمید که زنی زندگی زن دیگری را دزدید. من لیاقت زن بودن برای این زندگی را داشتم ولی نگذاشتم. این زندگی را از من ربودند. پوری بنایی در کپشن این عکس می نویسد: تو دختر خوبی هستی. این که میگم نه از این بابته که تو خطایی کردی و از این حرفا، نه، من لیاقت خونه زندگی که بخوام درست کنم، نه این که ندارم، ازم گرفته شده. خانم پوری بنایی در یکی از مصاحبه‌های اخیرش هم خاطره جنجالی را تعریف کرده است. او گفته که زمانی که با بهروز وثوقی نامزد بودیم، وقتی فیلمنامه قیصر را خوانده بود، پیش من آمد و گفت: پوری، مسعود کیمیایی و عباس شباویز می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، اما 100,000 تومان کم دارند. اگر بتوانم شریکشان شوم، عالی می‌شود. تو فیلمنامه را بخون. اگه خوشت اومد، ببین میتونی کاری برامون انجام بدی؟ فیلم قیصر ساخته شد و برای من 30,000 تومان دستمزد تعیین کردن. دستمزدم رو به صورت چک به من دادن که آن چک برگشت خورد و اکنون هم در موزه سینما قرار دارد. من برای آنها وامی از بانک عمران گرفتم که تا آخرین ریالش رو خودم هم پرداخت کردم. اما در حال حاضر بسیار خوشحالم که فیلمی مثل قیصر ساخته شد و در تاریخ سینمای ایران ماندگار شد. از همان زمان من علاقه خاص و عجیبی به کار خیر پیدا کردم، مخصوصا وقتی دیدم که ملکه کشورمان چطور در کارهای خیر پیشتاز است و همیشه اولین قدم را برمی‌دارد. مثلا در خبرها و روزنامه‌ها می‌دیدم که شهبانو به شهرهای دورافتاده رفته و به نیازمندان، مخصوصا زنان و کودکان، کمک می‌کند. درد و دل‌هایشان را می‌شنود و بدون ذره‌ای خودنمایی با فروتنی تمام به همه کمک میکنن. من هم با تمام وجود برای خیریه ایشان کار میکردم. ایشان در ادامه گفتن: وقتی فیلم برداری فیلم قیصر تمام شد، ابتدا از سوی مقامات دولتی توقیف شده بود. من شخصا نزد شهبانو فرح رفتم و او را واسطه قرار دادم تا مجوز پخش فیلم را گرفتیم. شاهنشاه کاملا مخالف نمایش این فیلم بودند، چون میگفتند این فیلم پر از خشونت است و نباید چاقو کشی و قتل‌های ناموسی در جامعه به عنوان ارزش شناخته شوند. شاه انگار یک قرن جلوتر از ما بود. پس از این صحبت‌های خانم پوری بنایی، مصاحبه‌ای از بهروز وثوقی در فضای
مجازی منتشر شد که در آن او به شدت به این صحبت‌ها واکنش نشان داد و آنها را تکذیب کرد. بهروز وثوقی گفت: دو سه بار شنیدم که خانم بنایی ادعا کردند وام گرفته و در فیلم قیصر سرمایه‌گذاری کردند. ایشان مدعی شدند که برای بانک عمران آگهی تبلیغاتی بازی کردند و در ازای آن وام گرفتند. اما اگر کسی آگهی یا تیزری بازی کند، باید نسخه از آن را داشته باشد تا به ما نشان دهد. در ادامه خانم بنایی با انتشار عکسی از اصل چکی که به موزه سینما اهدا کرده بود، به بهروز وثوقی پاسخ داد و در مصاحبه گفت: قبل از فیلم قیصر ما نامزد بودیم. او گفت که خیلی دوست داره در این فیلم شرکت کنه و شریک بشه، اما سرمایه‌ای نداره. پرسید که آیا من میتونم پول جور کنم؟ من همون موقع یه فیلم تبلیغاتی برای بانک عمران کار کرده بودم که خیلی برایم خوب نبود، اما کار بود. رفتم و برای قرض کردن آن پول هر کاری که از دستم برمیومد انجام دادم و 100,000 تومان گرفتم. او در ادامه گفت: تمام اقساط وام را خودم پرداخت کردم. قیصر ساخته شد و من، ناصر ملک مطیع و بهروز وثوقی در سینما و هنر چند پله بالا رفتیم و از این بابت بسیار خوشحالم. اما اینکه آقای وثوقی حرفای من را تایید نمی کند، نمی دونم مشکل از کجاست. شاید حافظه‌شان یاری نمی کند. بعد از این مصاحبه خانم بنایی، عکس چک را هم در فضای مجازی منتشر کردند. چک قدیمی و پاره که پر از خاطرات است. هرچند که خانم بنایی مدعی شده بودند مسعود کیمیایی این چک را کشیده بود، اما بسیاری از دست‌اندرکاران سینما و افرادی که در آن پروژه همکاری داشتند گفته بودند که تهیه کننده اصلی فیلم عباس شباویز مسئول حساب‌ها بوده است، چون مسعود کیمیایی کارگردان بوده و مسئولیت مالی و چک‌ها بر عهده اون نبوده. اما پوری بنایی اون سالها در آغاز شکست عشقیش، در حالی که عرصه را به دوست دیرینش گوگوش باخته بود، در دلنوشته‌ای برای بهروز گفته بود: حقیقت تلخ است، ولی من بیگانگی را در چشمان بهروز خواندم. در خداحافظ تهران به بهروز دل باختم و زمانی که از سفر آمریکا بازگشتم، او با هدیه آوردن یک حلقه زر مرا به نامزدی خیش برگزید و پس از آن دوران پرشکوه عشق ما آغاز شد. زندگی من و بهروز آرام و بی صدا در هم میلغزید و با هم آمیخته میشد و زیبایی میآفرید. آن روزها خیلی عاشق بودم، خیلی صمیمانه و با تمام وجود مهر میورزیدم و تصور میکردم زندگی همیشه همین گونه باقی میماند. نمیدانم، شاید هم کمی ساده دل بودم و تنین قلبها را با هوای قلبهای یکسان میدیدم، یا شاید هم در تمامی آن روزها تنها خودم را فریب میدادم. اما نه، آن عشق، آن دیوانگی ها نمی توانست فریب باشد. من بهروز را می پرستیدم و او هم با عشق عمیق مرا سرشار از شادمانی می ساخت. من عاشق شده بودم. بله، تنها می توانم همین را بگویم، من با تمام وجود عاشق بودم. پوری بنایی را تنها از دید بهروز می دیدم. بهروز که این سو آن سو می رفت، در فیلم های گوناگون ظاهر می شد و از فرسنگ ها راه دور برایم می نوشت: پوری جان، خوشحال باش که در این سوی دنیا مردی هست که با تمام وجود تو را دوست دارد. نمی دانم چرا اینها را می نویسم و چرا نمی توانم به افکارم سامان بدهم. شاید برای اینکه این عشق، این جدایی و این همه جنجال مرا تا سرحد مرگ خسته کرده است، و یا شاید هم به این علت که اینک ما بار دیگر در آستانه 4 آبان قرار گرفته ایم و من پلکایم را که بر هم می فشارم دوباره به سالها پیش باز می گردم. با آن روزهایی که خداحافظ تهران را فیلم برداری کردن، بهروز برای اینکه من از سرما در امان باشم کتش را روی شانه هم می انداخت. در آستانه پاییزی که از راه رسیده و زمستانی دردناک به دنبال خواهد آورد، من به 4 آبان میاندیشم و به وقتی که برابر بهروز نشستم و به او گفتم: آقای وثوقی، من شما را دوست دارم، و با اینکه دیگر ما اکنون 2 دوست ساده هستیم و از آن همه دوست داشتن دیگر اثری نیست، او دیگر به گوش من نمیخواند که خانم بنایی، شما زن ایدئال من هستید و من نمیتوانم بگویم میدانید آقای وثوقی دوستتون دارم. دوستان عزیز، ممنونیم که بالای کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.